اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. اصل جنگ در مدینه اذن تشریعی صادر شده است برابر اونچه که در سوره مبارکه حج آمده است. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. یعنی قبلا اذن جنگ نداشتید و الان اذن جنگ دارید. این اذن تشریعی است. اما در جریان سوره مبارکه بقره به مانندان که فرمود فعزموهم به اذن الله یا موارد دیگر، این اذن تکوینی است، یعنی عنایت خاص الهی سبب پیروزیشون باشه. مطلب دوم آن است که این مجاهدین وقتی پیروز شدن، این ظفر را اگر از عنایت الهی بدانند، اونگاه خداوند فرماد به این که قاتلوهم یعذبهم الله و بایدیکم و ماننده. و اگر غفلتی عارض بشود و خود را موفق و فاتح تلقی کنند، در چنین زمینه می فرماد که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، کار را رأساً از اینها نفی میکند و به ذات اقدس اله اسناد میدهد. شما یه ابزار کاری بودید و اون که در حقیقت فاتح و پیروز است خداست و توفیقی هم که نصیب شما شده است که حضور پیدا کردید، اون هم به عنایت الهی است. مطلب دیگر آن است که انبیا علیهم السلام یکسان نیستند. برابر کریمه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یا لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، درجات اینها مختلف است. اگر درجات اینها مختلف است، پس مراحل توحیدی اینها مختلف است، معارف اینها مختلف است. لذا خدای سبحان بعضی از کارها را به اینها اسناد میدهد به اذن خدا و نسبت به بعضی از اینها میفرماید کاری که شما انجام دادید کار من است. در حقیقت دست شما به منزله دست خداست. که چنین تعبیری مثلا در باره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، ما رمیت اذ رمیت، لکن مشابه این در باره انبیاء دیگر مثلا نیست. گرچه هر کاری که اونها انجام دادن به اذن خداست و روح اون کار هم به این برمیگردد که یعنی مثلا به عیسی مسیح سلام الله علیه گویا گفته است که به ما احییت الموتا از احییت ولکن نالله احیا و ما ابریت ابرس والاکم از ابرعت ولکن نالله ابرع. بازگشتش به این گونه از معارف است، لکن نحوه تعبیر در اونها نیامده. سرش حالا بعد روشن می شود که انسان کامل به مقامی میرسد که بالاخره فعل او فعل خداست. مطلب مهم آن است که ما منطق ذات را و منطق صفات ذات را که جزء مناطق ممنوع است از منطق فعل جدا بکنیم. اونگاه می شود گفت انسان کامل مظهر فعل خداست. به فعلی را که خدا انجام داد به انسان کامل اسناد بدیم یا کاری را که انسان کامل انجام میداد به خدا اسناد بدیم. ولی باید بدونیم که ما در مقام ثالث قرار داریم، یعنی مقام فعل خدا. مقام ذات و صفات ذات که عین ذات است، از اون مقام که منطقه ممنوع هستن فارغ بشیم تا در مقام فعل بس آسان‌تر باشه. بیان اجمالی مسئله این است که مقام ذات هستی نامتناهی است. اگر چیز نامتناهی بود فراگیر هست، کسی نمیتواند درباره او بیاندیشد. نه حکیم و متکلم میتواند درباره او بیاندیشد، نه عارف میتواند درباره او شهود کند. نه علم حضوری در اونجا راه دارد، نه علم حصولی. یه مقداری انسان در حد یک مثال وقتی توجه بکند میبیند که هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه صرف نظر کند. اگر ذات اقدس اله نامتناهی است کما هو الحق، نامتناهی جا برای غیر نمیگذارد. در باره فیض او در سخنان است امیر سلام الله علیه و سایر ائمه علیهم السلام آمده است که ذات اقدس اله داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خارج عنها لا بالمزایده و مباینه. خب حالا فرض کنید ظهور او که نامتناهی است،
یک حکیم یا متکلمی میخواد برهان اقام کند، یا یه عارفی از جای تهذیب و تزکیه میخواد شهود حق نصیبش بشه. این مبرهن متکلم یا حکیم یک دلیلی دارد، یک مدلولی دارد، یک مستدلی. مستدل خود این حکیم است، دلیل همون صغرا و کبرای اوست، مدلول همون اون ذات. ما می توانیم برهان اقامه کنیم بر وجود آسمان، بر وجود زمین، بر وجود وحی، نبوت و مانند آن. همه اونها بیرون از ذات ما هستند. این حکیمی که برهان اقامه میکند یا متکلمی که برهان اقامه میکند در وجود وحی، نبوت و مانند آن، اون وحی نبوت مدلول است و مورد اقامه برهان است و خارج از ذات است. برهان او هم صغرا و کبرا است که در ذهن اوست. خود حکیم مستدل مبرهن هم جداست. ما یک حکیمی داریم مستدل و مبرهن، صغرا و کبرایی داریم برهان. این برهان که اقامه شد، این حکیم یا متکلم را به شیء خارج هدایت میکنند. اینجا جای اقامه برهان هست. ولی اگر یه حقیقتی نامحدود بود و مرز نداشت، بیرون برهان نیست بلکه درون برهان هست، خود این برهان را، صغرا را، کبرا را، اصغر و اوسط را، اوسط و اکبر را، همه را فرو می برد، در همه تنیده می شود و فرا می گیرد و جلوتر می آید. خود مبرهن را، فهم مبرهن را، اقامه برهان مبرهن را، گوهر ذات مبرهن را، وصف و فعل مبرهن را فرا می گیرد، تو در می رود و این بیچاره وسط گم می شود. این تو اون ذات نامتناهی غرق می شود، دست و پا می زند، یه چیزی رو میخواد ببیند که قبل از این که خودش ببیند او رو می بیند، قبل از این که فهم خود را بفهمد او رو می فهمد، و قبل از این که برهان خود را بفهمد اقام کند او رو می بیند، دست و پاشو گم. یه مقداری که آدم وارد بشود میبیند غرق می شود، قد ناشار استعاصی می کند که من بیاد بیرون. از بیرون میاد به حال عادی برمیگرد. اینه که چندین روایت آمده است و بخش از این روایت را مرحوم صدور رضوان الله در بخش پایان کتاب شریف توحید صدورش را نقل کرده که اون منطقه، منطقه ممنوع است، فکر نکنی. چی رو میتونه فکر بکنی؟ برای اینکه شما میخواد با فهم یه چیزی رو بفهمید، قبل از اینکه فهم رو بفهمید دوره میفهمید، او فهم شما را فرا میگیره، شما را فرا میگیره، اون وسطا دست و پا میزنه و همه جا در میره. خاصیت غیر متناهی اینه، نه تنها حکیم و متکلم گرفتارن، عارف بیچاره هم گرفتار است. عارف تا بخواد چیزی رو مشاهده بکند، ببیند که اون مشهود بیرون از شهود و شاهد نیست، اونقدر جلو هست که شهود او رو فرا میگیرد، خود شاهد رو فرا میگیرد و در میرود. این وسط دست و پا میزنه. اینا به امید غوث میرن ولی غرق میشوند. یه آدم غرق شده دیگه به فکر کشتی و زورق نیست، به تعبیر اهل معرفت به فکر نجات هم نیست، از او خودش گم کرد و هرچی میره دریا میبینه. اینه که اونها که یه مقدار رفتن دن گفتن راه نیست نری، یو حذرکم الله نفسه. این یو حذرکم الله نفسه نه یعنی یو حذرکم الله عقابه، البته یو حذرکم الله عقابه، اما نفس که معنی عقاب نیست. این که گفتن عنقا شکار کس نشود دام باز چین، همینه بساطی بخواد فهم کنه. یه دست فروشی کنار اقیانوس آرام میخواد بساط فهم کنه، اون طوفان اصلا به اون مهلت نمیدهد که او بساط فهم کنه. او خودش اون رو میبره، اون سفرش رو میبره، ابزارش هم میبره، هر طرفی جدی گم میکنه. مگه حالا یه دست فروش کنار خیابان و بیابان میتونه کنار اقیانوس کبیر با اون طوفانش بساط فهم کنه؟ یه کسی فرض کنه یه سفره ای داره، چند تا چاقو داره، چند تا خودکار داره، میفروشه. این فقط تو کوچه و پس کوچه باید بساط فهم کنه، اونجا جای بساط فهم کردن. اینه که همون تفکر فی آلاء الله و لا تفکر فی الله. لذا حتی انسان کامل، اینی که اهل معرفت گفتن درباره انبیا، گفتن و اما ذات الالهیه فقط حاورت الانبیاء و الاولیاء علیه و السلام فیها، نه که دیگران متحیره، انبیا متحیره. با این که بالاخره انبیا هرچم که باشن محدودن دیگه. اینه که فقط دست و پازنان دو حرف داره، میگن عرفت الله به فصد العظائم و نغز الهمم، یا عرفت الله بالله، به که عرفتو که و انت در انتنی
اما ما عرفنا که حق معرفتک یه سرفصلی که تو همه این گفته ها هست. در جای دیگه حالا یا برهان حکیم و متکلم است یا شهود عارف است، انسان می تواند یه چیزی رو بشناسه، معرفت بالاخره. و یه در بار ذات اقدس اله معرفت با اعتراف همراه است، این یه است. اون مقدار اعتراف بیش از مقدار معرفت است، این دو است. بیشتری او هم بیشتری نامتناهی بر متناهی است، این سه است. این ما عرفناک حق معرفتک معنیش نیست که ما حالا به این رسیدیم ولی دیگری میتواند حق معرفت پیدا کنه، اینطور که نیست. پس در همه موارد اگه کسی خدا رو میشناسد، ولو اون که بگد بکه عرفتو که و انت در دنیا رای یا امیت عین الله عراق، بالاخره خدا رو میشناسد. همون که خدا رو میشناسد میگد اون طوری که تو هستی من تو رو نمیشناسم، ما عرفناک حق معرفتی. خب چه اندازه خدا اعتراف میکند به چه اندازه معرفت؟ یعنی مثلا نیمی از خدا را معاذ الله میشناسد، نیمی را نمیشناسد. خب مجموع دو تا نیمه متناهی میشه متناهی. اون مقداری که یک حکیم یا عارف خدا را میشناسد متناهی است، ولی که به اندازه خود خدا را میشناسد، خودش هم که موجود متناهی است. خب پیغمبر مگر چقدر میتواند خدا را بشناسد؟ حالا اون حرف نهایی را ممکنه باید عرض کنیم، تازه همه اینها مجازه، او قدر نداره. حالا کم کم به اونجا میرسیم. خب حالا یه پیغمبر، یه انسان کامل صلی الله علیه و سلم چقدر میتونه خدا رو بشناسه؟ بالاخره به اندازه خود خدا رو میشناسه، خودش هم یه مقدار محدودیه. خب حالا بکه عرفتو که و انت در دنیا مناجات سید شهر در دعای عرفش، اون مقداری که نمیشناسد و اعتراف میکند میگد ما عرفنا که حق معرفتک، اون به اندازه معرفت است یا بیش از او؟ اگر به اندازه این باشد که این اندازه متناهی است، اون مقداری هم که نشناخت متناهی است، دو تا متناهی میشه متناهی. یک متناهی به علاوه متناهی مساوی است متناهی سوم. دو تا نیم متناهی که نامتناهی تشکیل نمیده، اینم یه بند. خب حالا اون مقداری که گفت میگن ما عرفنا که حق معرفتک، به اندازه این نیست ولی بیش از ایناست. مثلا 10 برابر ایناست، 100 برابر ایناست، 1,000,000 برابر ایناست، 1,000,000,000,000 برابر ایناست. خب بالاخره میلیارد رقمی است متناهی. اون مقداری که حسین ابن علی سلام الله علیه خدا رو میشناسد میگد به که عرفتو که، یا امام سجاد میگد به که عرفتو که من تدلتنی علی غیر که من از ظهور مالی سرک حتی یکون و المظهر لک، اون مقدار شناخته. یه مقدارم میفهمد که ما عرفناک حق معرفته. اون یک مقداری که نشناختند و اعتراف کردن فرض کنید 1,000,000,000,000 برابر این مقداری که شناختن، باز معاذ الله محضور تنهایی لازم میاد. برای اینکه 1,000,000,000,000 به علاوه این مقدار محدود باز بشه متناهی. اگر گفتیم اون ما عرفناکه که اعتراف است مقدارش نامتناهی است، وظیفه حکم انجام دادیم. گفتیم به مقدار متناهی خدا رو میشناسیم، به مقدار نامتناهی خدا رو نمیشناسیم. این دیگه اون چی که از او صادر شده است میبیند، فیض او را میبیند، اوصاف فعلی او را میبینه. وگرنه یحذرکم الله نفسه. خب تو سر غیر متناهی بنده. پس بنابراین این چنین نیست که این نیمی از متناهی را شناخته باشد، نیمی از خدا را شناخته باشد، این چنین نیست. به اندازه خود خدا را شناخته است. این نه نیم است، نه 1/2 است، نه 1/3 است، نه 1/4 است و نه 1,000,000,000. چون گفتیم 1,000,000,000 یعنی اون 1,000,000,000 برابر بیش از این است، باز میشه متناهی. پس باید گفت که نسبت محدود است به نامتناهی. نسبت محدود به نامتناهی که رقم در نمیاد. یک محدود نسبت به نامتناهی 1/2 است. هیچی جواب ندارد که، لا ادری. بنابراین تازه همه این حرفها حرفهای عادی، وقتی یه قدر جلوتر بریم این میبینم از دست ما گرفته میشه. برای که ما هرچی عادت کردیم به یک کلی عادت کردیم که دارای ابعاد است. مثلا اقیانوس که بعضی دارد، نصفی دارد، ثلثی دارد، ربعی دارد، یک هستی دارد. یه اقیانوس، حالا برفرض اقیانوس غیر متناهی باشد، اگر ما تناهی ابعاد را نپذیریم، اگر یه اقیانوس غیر متناهی باشد، این حرف مال اون است. یعنی می شود گفت که این شخص گوشه از اقیانوس شناخت یا شنا کرد، این گوشه نسبت به مجموعه اقیانوس نسبت یک
جزء است به نامتناهی. اگر اون اقیانوس متناهی باشد، مثلا کسی 1,000,000 متر مکعبش رو مثلا شنا کرده، میتواند بگوید که 1,000,000,000 اون یا 1,000,000,000 اون، این حرف رواست. اما ذات اقدس الهی بسیط نامتناهی است که جزء ندارد. نمیشه باید گفت یک گوشش، یک گوشی یعنی همه. این حرف تا حرف حرفی نیست که به ذهن بیاد ها. حالا ما گفتیم 10 بارم بگید به زودی به ذهن نمیاد که چگونه گوشی به ذهن نمیاد، به مقدار خودم به ذهن نمیاد. یه نامتناهی است که بعضش عین کله. اون اقیانوس است که بعض غیر کل است، بعض دارد نصف و ثلث فرض میشه. یه چیزی که بسیط الحقیقه است، هر جا دست بزنی عین کله. اینی که منطقه بنده است. چرا ما میفهمیم که نمیفهمیم؟ معما نیست. ما همین حرفایی که میگیم همه حرفایی میفهمیم، میفهمیم که نمیفهمیم. همین برای ما بس است. العجز عن درک الادراک ادراکم. برای ما بیان نورانی امام سجاد درباره شکر هم همینه. همین که گفتیم معرفنا حق معرفتک، البته این بعد البحث است نه قبل البحث. انسان میرود میبیند نمیفهمد، وظیفش هم همینه که برگرده. ما میتونیم بگیم دیگری هم نمیفهمه. میفهمیم چون نامحدود است، دسترسی به اون نداریم، همین مقدار اکتفا میکنیم. احاطه نکردیم، نه درک نکردیم. درک کردیم نامحدود است، به حد در نمیآید. نه احاطه کردیم او را، نه نامحدود را احاطه کردیم. ما میدونیم چی محدود است، چی چیز نامحدود. این رو با برهان میدونیم. و چون نامحدود است، همه شؤون ما را فرا میگیرد. ما با خودمون باید باشیم یک. اندیشه ما باید باشه دو. ما با این ابزار اندیشه درباره چیزی جهان بینی داشته باشیم سه. اگر چیزی جهان را گرفته به در رفت، اندیشه را گرفته به در رفت، اندیشمند را گرفته به در رفت، ولی این مثلا انسان غرق میشه. صفات ذات هم این ذات است. کم نیست روایاتی که گوشی از اونها را مرحوم صدو در آخر کتاب شریفه که توحیدش رو نقل کردن که تفکر فی آلاء الله تفکر فی همون یه عده حرکت کردن بدتر از جنون در آمد. اینه تو روایات ماست. همون اینجا راه نیست. چی کار میخواد بکنید؟ و اینکه تو فهمتون او، تو خود شما اوست بدون انتظار. همین در همین حد به همون دعا داره که لم یتناهد دارد، لیس کمثله شی دارد. لذایی لیس کمثله شی کنار همه معارف هست. یه اصل ثابتی است. حاکم بر همه بحث های معرفتی. هر بحث معرفتی ما داشته باشیم احکم محکمات لیس کمثله شیء. خب مع الله همون همین معیت انها و درجاتی دارد. نسبت به فرشتگان این چنین است که فرشتگان در اونجا وسعت ندارند. خب حالا که منطق ذات این شد و صفات ذات هم این چنین شد، این دوتا منطقه معلوم شد که معرفت با اعتراف همراه است. میای مقام ثالث بحث که مقام فعل خداست. رازقیت خدا، شافی بودن خدا، خالقیت خدا، همینا فعل است. گاهی خلق کند، گاهی نمی کند. گاهی رزق میدهد، گاهی نمیدهد. گاهی احیا میکند، گاهی اماته میکند. اینا فعل خداست. یه کسی بگه انا محیی، انا ممیت، انا خالق السماوات والارض، این محذوری ندارد. برای اینکه مقام فعل خداست. فعل به معنی و فعل ممکن وجود است. گاهی هست، گاهی نیست. خب اگر فعل است، ما این اوصاف را از مقام فعل انتظار میکنیم نه از صفات ذات و از خود ذات. اومد این فعل اگر فرشته باشد درست است، انسان کامل باشد درست است، اسرافیل سلام الله علیه محیه باشد به اذن خدا درست است. الان تمام کارهای ما این است که به حول الله تعالی و قوتی اقوم و اقوم. چون نماز دستور این جهان بینی را ما دادن، نه تنها تو نماز میگیم به حول الله و قوتی اقوم و اقوم، تو نماز داریم یاد میگیریم که چجوری زندگی کنیم. کسی درس میخونه، کسی درس میاد، کسی درس میگه، کسی کتاب مینویسه، کسی میخوابه، کسی پا میشه، کسی غذا میخوره، به حول الله سبحانه و تعالی و قوتی یفعل. تو نماز میخونیم که چیکار بکنیم. خب در فرشته ها همینطور است. اسرافیل سلام الله علیه به حول الله و قوتی یحیی، اسرائیل سلام الله علیه به حوله و قوته یحیی، فلان فرشته‌ای که مظهر خالقیت است به حول الله و قوته یخلق. اگر عیسی مسیح میگوید که به خدا هم امضا کردم استخلق من الطین هیئت طیر به اذنی، یعنی به حول الله و قوته تخلق، به حول الله و قوته تبرئ و تشفی،
با اینکه اذا مرستو فهو یشفی، به حول الله و قوته تحیی و تمیتو، چه بگوییم احیی و امیتو به اذن الله، چه بگوییم به حول الله و قوته احیی و امیتو. و این منطقه که منطقه فعل خداست مقابل دارد. در محضر امام هشتم سلام الله علیه کسی گفت الحمدلله منتها علمه، من خدا را به اندازه علم او تا سرحد علم او ستایش میکنم. حضرت فرمود این چنین نگو، از کس در چی بگم؟ فرمود علم خدا که حد ندارد، مگر میشود علم خدا که عین ذات خداست حد داشته باشد؟ پس انتها ندارد. از کس چی بگم؟ فرمود بگو الحمدلله منتها رضا، تا اونجا که رضای خداست من خدا را حمد میکنم. رضای خدا حد دارد، خدا سبحان راضی است تا یه حدی، از اون به بعد دیگه مرز غضب خداست. خدا از یه افرادی راضی است، از یه افرادی ناراضی، نسبت به بعضی از کارها راضی، نسبت به بعضی از کارها ناراضی، نسبت به بعضی از اوصاف راضی، نسبت به بعضی از اوصاف غضب دارد. غضب الله کبر مقتن عند الله ان تقول ما تفعلون ما رند. اینا مرزبندی است. خب از رضا حدی دارد، غضب حدی دارد. مرز رضای خدا تا بهشت است، مرز غضب خدا محدوده جهنم است. اگر اینا فعل خداست و اوصاف فعلی خداست و محدود است، اونگاه فرشتگان اونجا حضور و ظهور دارند، انسان کامل اونجا ظهور و ظهور دارند. شافی میتواند باشد، محی میتواند باشد، ممیت میتواند باشد، همه اونها به حول الله و قوته است. این به حول الله و قوته گاهی به صورت به اذنه در میاد. حالا معلوم میشه که چرا بر اینجا فعلها را یک جور ذکر نکرده، مفعولها را یک جور بیان نکرده، اسنادها را یک جور بیان نکرده. درباره مؤمنین فرمود فلم تقتلوهم، با فعل مضارع کرده. درباره پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود ما رمیت، درباره منهات مفعول ذکر کرده فرمود فلم تقتلوهم، اما درباره پیغمبر مفعول ذکر نکرده، نفرمود ما رمیت هم. این که فعل ماضی ذکر کرده، مفعول ذکر نکرده، جمع بین نفی اثبات کرده و این برای اونها مفعول ذکر کرده، کثرت محفوظه، جمع بین نفی اثبات نکرده، فروغ فراوان است. مطلب دیگر این است که گاهی انسان به جایی میرسد که همه کارها را از خدا میبینه، میگه این همه میناگری ها کارو برابر الله خالق کل شی معرفت دارد، کثرت میبیند، همه جهان را میبیند، میگه همه از ناحیه خداست. این یه برای که همه را از او میبیند، الله خالق کل شی، همه با چشم خود میبیند. دلیل اقامه میکند، حالا یا حکیم است یا متکلم، بالاخره با برهان ثابت میکند و آیه هم تأیید میکند که الله خالق کل شی، و میگه این همه میناگری ها کار توست. گاهی این چنین نیست، با دید او میبیند، نه با چشم خود ببیند همه میناگری ها کارو. این یه قدر بالاتر. مقام ثالث این است که کار او رو نمیبیند، به دریا بنگرم دریا تو بینه، به صحرا اون راه هست. این عینما تولو فسم وجه الله هست، دریا و صحرا نیست. یه وقت دریا و صحرا میبیند، بعد میگه این همه میناگری ها کار تو. یه وقتی دریا و صحرا را با چشم الهی میبیند، میگه که ما رأی تو الا جمیلا، خیلی چیز خوبی است، اصلا تو عالم بدی نیست. برای اینکه انسان با چشم مهندس که عالم را نگاه کند، غیر از زیبایی چیز نمیبیند. یه وقت اصلا دریا نمیبیند، صحرا نمیبیند، بلکه همین آیه علامت نشانه. خب کسی که دنبال یک هدفی میگردد، همین که اون فلش را دید، اون صاحب نشانه به ذهنش میآید. حالا کسی مثلا میخواد بره حرم، در یه تابلوی فلش هست نمیشته حرم، این وقتی این تابلو رو میبینه حرم به یادش میاد. اینکه نمیخواد ببینه این خط خط خوبی است یا نه، این رنگی بعدش هم یادش میره، از سوال بکنه این چه رنگی بود چه خطی بود. این به دنبال فلشه، این اصلا به دنبال نیست که حالا کی نوشته، چقدری، چند در چند داد، طول عرض عمقش چقدره. یه خطاتی ایره میبینه یا یک هنرمندی میبینه، این تابلو چند در چنده، یا مأمور راهنمای رانندگی اینجا مواظب است که تابلو اینجا جاش بود یا نصب کردن یا نه، او دنبال خود تابلو. اما کسی که شیفته حرم است، از راه دور آمده، این همین که این تابلو رو ببینه حرم به یادش میاد. او میگه به دریا بنگرم دریا تو بین، نمیگم دریا رو تو آفریدی، نمیگم این همه میناگری ها کار توست، میگم به دریا بنگرم دریا تو بین. این همان است عینما تولو فسم وجه الله. خب این عینما تولو فسم وجه الله با الله خالق کل شی خیلی فرق داره.
حالا معلوم شه یه عده لهم درجاتن، یه عده هم درجاتن، همه اینها حقه. اون که الله خالق کل شیء رو میبینه حقه، اون که به جایی میرسد که ایدما تولو فسن و وجه الله، اونم حقه. یکی لله المشرق و المغرب میبینه، یکی ایدما تولو فسن و وجه الله میبینه. این ایدما تولو فسن و وجه الله نظیر این فلش تابلوی حرم که نیست که، این شخص خودش هم یه فلش میبینه، دیدش هم یه فلش میبینه، چون ایدما تولو فسن و وجه الله، خود تولیه، خود وجه، این هم فلشه و تو آیات الهی غرقه. اون که میگه به دریا بنگرم دریا تو بینم، معنیش نیست که به خود که بنگرم تو رو نمیبینم، یا به دیدن که بنگرم تو رو نمیبینم، اینطور نیست که. دیدن بنگرم تو ببینم، دیده را ببینم تو ببینم، متعلق دید را که ببینم تو ببینم، چون عینما تو ولو حسن وجه الله، خود تولیه و مانندون همه اینا هم وجه الله دیگه. بعد این خیلی فرق میکند با اون افراد دیگه. لذا در مسئله ما رمیت از رمیت، جمع بین مقام جمع است بالاخره، بین فرق و جمع. یه عده مقام فرق دارن که گرفتار تفویضن، یه عده افراد کردن در جمع گرفتار جبرن. این که لا جبر و لا تفویض که اهل بیت علیه السلام فرمودن، این است که هم حق بنده محفوظ است، هم حق خالق محفوظ است، ولی بنده آیت فلش به طرف خداست. الحمدلله.